میگه من به آمریکا که رفتم 1 دلار تو جیبم بود، ولی رویای 1 میلیون دلاری تو مغزم بود. و میاد بر اساس این مدل های هرمی میاد میگه که شما بیاد پولتو به من بده، من شما رو توی طرحی شریک میکنم و انقدر سود بهت میدم. مثلا میگه یه عددی عجیب و غریب که مثلا میگه هفته ای ماهی 10%، 15%، 20%، عددا انقدر گنده میکنن. خب این تو بهره سالانه بانکای خارجی که 1%، 2% دیگه تاش 4%، هفته ای ماهانه 10%، 15%، 20% یه چیز عجیب و غریبیه. و خب میدونید که خیلی سال قبل 1857 چارلز دیکنز در رمان لیتو دوریت اومده در مورد این سبک کلاهبرداری تو داستانش استفاده کرده. ویلیام میلر هم قبلا اومده یه بار این تکنیک کلاهبرداری استفاده کرده، ولی به هر حال این داستان به نام آقای چارلز پونزی ثبت شده. و در نظر داشته باشیم که اواسط دهه 1990 هم این شرکت هایی که اومده بودن به اسم مضاربه‌ای میشن دیگه فکر میکنم، که پول میگیرن پول میدن، اومده بوده تو آلبانی یه همچین طرحی راه انداخته بوده و در نهایت به جایی میرسه که مثلا بانک اون مؤسسه که میخوره زمین کلی آدم میان پولشون رو میخوان، اصلا به یه شورش میرسه و مملکت رو به یه وضع وحشتناکی میرسونه که دولت دخالت میکنه برای خدمتتون عرض شود جمع شدن این داستان. سال 1970 تا 1993 تا 1997 هم توی کلیسای تامپا توی کالیفرنیا یه دونه کشیشی از همین مدل ها استفاده میکرده، تأمین مالی انجام میداده که خب به هر حال به کلاهبرداری میرسه. نکته طرح پونزی به این صورته که یه گفتم ببینید به شما میگه که بیا انقدر سرمایه گذاری کن، یا 1000 دلار بده هفته 300 دلار بهت میدم. شما حساب میکنید 3 تا 7.5 من به اصل پولم میرسم و بهتون پرداختم میکنه. مدلی که وجود داره میگه نفر اول بعد بره نفر دوم و سوم بیارن، این مدل گلکوئستی که خاطرتون هست همه قطعا یه بار پرزنت شدن، از این مدل استفاده میکنه. این هرمه شکل میگیره تا نقطه ای که این هرمه به جایی میرسه که یه دفعه امکان چی داره دیگه، امکان پرداخت سود نداره و همونجا هرم از هم میپاشه. به این میگن روش های پونزی، پول میگیرن و پول جاش پرداخت میکنن. خب از مدل هرمی گفتم. ببینید اصلا کلا کانسپت کلاهبرداری همون داستان شکست تو آی سی او هم هست دیگه. تو ونچر کپیتال خیلی جمع و جور میشه قصه، آقا طرح شکست خورده، ولی تو آی سی او کاملا با کلاهبرداری یکسانه شکست خوردن پروژه. و خب پروژه کلاهبرداری از اول هدف طرف کلاهبرداریه یا مسبوق به سابقه است، یه وایت پیپر اچل هفتی میده، خیلی توش چیزی نکته ای رو نمیگه، هارد کپ و سافت کپش مشخص نیست و اصلا قرار نیست یه مسئله ای رو حل بکنه. اینا اکثر این آی سی ها به کلاهبرداری ختم میشه و نمونه هایی که وجود داره مثلا از طریق آی سی ها، حالا گفتم دیگه عدم شفافیت در وایت پیپرشونه، تمرکز بیش از حد رو بازاریابی، اینو در نظر داشته باشین. راهش هم الان بهتون یاد میدم که چجوری چک کنین. برنامه مشخص فنی نداره، مشکل یه مشکل خاصی رو حل نمیکنه و از همه جالبتر این که یه سری من یادم ورلد واید انرژی که تو ایران هم خیلی فعال بود، حتی وزارت اطلاعات هم به این نقطه رسید که یه سری سرشاخه‌های اینا رو گرفت و اعلام کرد تو سایتش اگه کسی میشناسه بیاد اعلام بکنه که مثلا ما پیگیرشیم. در این حد کلاهبرداری شده بود. جالبه عکس آدمهایی که تو این پروژه کار کرده بودن تو سایتش میرفت نگاه می‌کردن، عکس کارتونی گذاشته بود، بازم مردم میرن اعتماد میکنن. حالا یه سری آدم زرنگتر دیگه میدن این روش دیگه در اومد، یا عکس نمیذارن لنک. یه سری آدم زرنگ میرن عکس از اینترنت میدوزن به خاطر اینکه خیالتون راحت شه که این عکس رو مربوط به همین آدم است و ولاغه. بهترین راهش استفاده از ابزار گوگل image.google.com، اون عکسی که اینا تو وایت پیپر توی سایتشون تو آی سی اوشون گذاشتن رو بگیر بنداز تو گوگل image.google چک کن ببین این آیا مربوط به همین آدم است با این مشخصاتی که اینا نوشتن یا نه. اگر غیر از این بود همونجا بدون کلاهبرداری تق کلوز خداحافظشون. اینا که بیش از حد رو بازاریابی کار میکنن، پای نتورک بیش از حد داره رو بازاریابی کار میکنه و شما ترافیک سایتشو بریم بررسی بکنید خیلی راحت میتونید ببینید بیشتر ترافیکش از ایرانه، از نیجریه است، از امریکاست.
طرحی که توی اروپا داره رجیستر شده، تو اروپا داره کار میکنه، چطور از آلمان و هلند و بلژیک و سوئد و سوئیس و فرانسه و ایتالیا و انگلیس ترافیک خوبی نداره، چرا شده همش ایران؟ ما خیلی وزنه بزرگی هستیم در پروژه های آی سی او، یا سوئیس یا سنگاپور یا امریکا. اینا جای بحث داره و پیشنهاد میکنم حتما اون پای نتورکر رو برید ببینید، نکات خوبی رو بهتون منتقل میکنم. نمونه روش های کلاهبرداری تبلیغات در شبکه اجتماعی مثل یوتیوب، گوگل و استفاده از اینفلوئنسرهایی که تو حوزه مثلا هنرپیشه ها، آدم هایی که ورزشکار، اینه که آدم هایی که مثلا یه برندی دارن، از اینا استفاده میشه. دیدین دیگه تو الان تو اینستاگرام رفیقای گلم، من از این کرم استفاده کردم یا از این ماده زدم به موام، یه دفعه فردا صبح بلند شدم همه موام در اومده. دیدین دیگه از این تبلیغات اغوا کننده استفاده میکنن، یا همون هنرپیشه‌ای که تو این کاسب کرونا به قول معروف بگم که ابتدای کرونا اومده و گفته من از این دمنوش‌ها استفاده کنم، اینا ضد کرونا است. این روش کلاهبرداریه. شما چه در کریپتوکارنسی در هر بازار دیگه دیدی خیلی راحت از کنارش رد شید. واقعیتش میخوایم یه سری رو آگاه بکنیم، ما همیشه با چالش مواجه هستیم با این داستان کلاهبرداری های شبکه یوتیوب و گوگل. هم به یه جایی رسید که یه دفعه یوتیوب تمام سایت ها و کسایی که توی یوتیوب داشتن ویدیو تهیه میکردن در حوزه کریپتوکارنسی رو بلاک کرد طی یه بازه ای و اومد یه فیلتر انجام داد. رو گوگل هم همینطور، حتی توی یوتیوب کسایی که تبلیغ میدادن اون وسط ها، مخصوصا روی بیت کانکت بود فکر میکنم که اصلا برای خودش پروژه بزرگ و عجیبی بود و یه دفعه خورد زمین. این مدلای هرمی بود، جزو سه چهار تای اول بود که الان فکر کنم دیگه صفر پول ارزش کوینش. روش های نمونه هایی که دارن استفاده میکنن، هک و جایگزینی سایت رو موبایل اپلیکیشن ها کار میکنن، به گواهی نامه اس اس ال چک بکنن، همین داستانی که برای اینترنت بانکتون انجام میدین، تغییرات دی ان اس انجام میدن. متاسفانه همین کلکایی که الان توی چندین بار توی اینترنت بانک های مختلف خورده که حالا اومدن رمز دوم پویا رو برای شما اس ام اس میکنن برای وقتی که میخوان، یا رمز ورود به دو عاملیش کردن که رمزی که میخوای وارد اینترنت بانک بشین به موبایلت اس ام اس میکنن. سایت های مشابه با سایت اصلی میزنن که بحث فیشینگ، این فیشینگ اون ماهیگیریه نیست، با پی اچ می نویسنش اینجوری. بعد آدرس ها رو ترجیحاً بوکمارک کنید، هرچند که اگه دی ان اس عوض کنید بوکمارک هم کرده باشین سرتون کلاه میذارن. دریافت اپلیکیشن موبایل تبلت و اینا دستا فقط از طریق وبسایت های خودشون باشه یا روی اپ استور و گوگل پلی باشه که مشکلی پیدا نکنید. بعد از هر جایی دانلود نفرمایید. اکانت افراد مشهور رو جعل میکنن. دیدید مثلا توی همین انتخابات امریکا اکانت ترامپ بود فکر میکنم، یا بایدن، یک کدوم از این الان حضور ذهن ندارم، که فکر کنم با ترامپ بود هک کرده بودن که مادرش مثلا مونرو میخواستن چون پلتفرمش طوری که نمیشه ردیابی کرد، و مثلا میگن بازپرداخت و حتی قرعه کشی شما توی این برنده شدین و بیاین ازش استفاده. حتی یادم یه دفعه خودم با این مواجه شده بودم که یه سایتی بود اومده و گفته بود که من دونیت دارم میکنم، دارم چیز میکنم، حالا هم اینو دونیت کردم، میام اهدا میکنم یه قسمتی ریپل در صورت XRP، در صورتی که شما انقدر به من واریز بکنید. یه رولی هم چه کرده که مرتب میچرخید و نشون میده به این کیف پولا داره واریز میکنه. من یه چند شاید مثلا یه زیر یک ساعتی داشتم کنترل میکردم ببینم با چشمی که اینا که داره میریزه تکرار میشه یا نه، که دیدم تکرار داره میشه این آدرس ها و این رقم ها که داره میریزه. یه روش کلاهبرداری بعد جالب اینه بگم، اینا از این قابلیت تبلیغات در گوگل استفاده کردن، تو رنکینگ بالا هم بودن، یعنی جز اون ADV میزنه که ادورتایزمنت که روی هم حوزه است، اون نقطه بالا بودن که شما هر کسی که میومد این کلمات کلیدی سرچ میکرد توی ریپل و XRP میپرید روی این، یعنی تو چنته اولش بود. و مثلا میان یه اکانتی درست میکنم، من میگن من ایلان ماسک هستم و میخوام مثلا انقدر به شما چیز کنم، بیت کوین بدم، اتریوم بدم یا هر ارز دیگه، به شرطی که اینقدر بریزی اینقدر بهت برمیگردم، اصلا معنی نداره. نمونه هایی که داستان چیز کلاهبرداری هم عکس کلید خصوصی هست. کلید خصوصی رو میگیرن، میگن که ما مثلا باید اینو واریز بکنیم، بعد احتیاج به کلید خصوصی داریم، دادن همون و خالی شدن کیف پول همون. روی بحث کیف پول خیلی روی این صحبت کردیم، من دیگه بهش نمیپردازم.
کلود ماینینگ ها هستن که قبلا با هم صحبت کردیم، هش پاور میخرید که میگم بیان توی این استخراج شریک شو انقدر هش پاور بگیر که اینا زیر یه هفته در رو جمع میکنن در میرن، اکثرشون همینجوری. پس نرید بیت کوین بخرید برید نمیدونن من دادم اینو که مثلا انقدر بهم برگردونه، اینطوری شد رفتم توی کلود ماینینگ این اتفاق برام افتاد. اینا مثل چی منتظر همچین فرصتایی برای شما هستن؟ یه سری بعد افزارهای استخراج هم رو اپلیکیشناتون میذارن که هم اطلاعاتتون استخراج میکنن و میدوزن، همین که از ریسورساتون استفاده میکنن. آها این داستان پنیر مجانی فقط تو تله موشه. گروه های پامپ و دامپی که مثلا آقا سیگنال ویژه، الان همه این سیگنال فروش هایی که تو بازار سرمایه کار میکردن یه هفته بود هیچ کسی صداش در نمیاد، تا امروز که بازار خوب شده همشون بلبل شدن. توی بازار کریپتو 100 مراتب بدتره. یعنی آقا فردا دوستاتو میان میگه من یه کانالی پیدا کردم آقا سیگنال، اینا پامپ و دامپ هم خودش هم نخریده فقط نگاه کرده. پامپ و دامپ یا با موتور ربات های معامله‌گر کار میکنن، تو میلی ثانیه میفروشه اون کوین انداخته به شما، تو اون بالا میفروشه خودش میپره بیرون، شما میبینی یه کوین، یه شیت کوین به درد نخور که هیچ کاریش نمیتونی بکنی. همش اینا وعده میدن که آقا توی کوتاه مدت میلیونر شین، میلیاردر شین، عکس 10 نفر رو میذارن، یه عکس لامبورگینی میذارن، این فلانی اینقدر خریده اینطوری شده، و خب میدونید که اینا همه در زمره کلاهبرداری میگنجه. شناسایی روش هاشون، ببینید پرداخت حق بازاری بابت معرفی سایرین ریفرال، ریفرال ها خیلی با احتیاط برین. شما که وارد این بازار میشین از کد ریفرال میتونید به عنوان یه محل درآمد برای خودتون نگاه کنید، چون اون روش های درآمدی گفتم. مبادا به خاطر حالا یه مقدار درآمد دوستی رفیقی آشنایی رو بخواید درگیر یه پروژه کلاهبرداری کنید، هر جا از اون پرایوت کی خواستن سایت رو ببند بلاک کن، اکانت رو ببند بلاکش کن، فرار کن. کل اگر دیدین که مثلا توی این فرومای مثل ردیت و بیت کوین تاک رسیدین به اینکه طرف قبلا مسئول و سابقه کلاهبرداری بودی که اصلا شک نکنید، اینا میرن صد باره برمیگردن. و سودهای غیر متعارف، هفته اینقدر، ماهی اینقدر، خودم گرفتم.